سیگر یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که اتهام دزدی میلیون ها دلار از سوی اشرف غنی را بررسی میکند. جان ساپکو رئیس سیگر در جلسه کمیته مجلس نمایندگان در واشنگتن افزود که کمیته اصلاحات این مجلس از سیگر خواسته است که در این باره بررسی هایش را آغاز کند. در همین حال برخی سیاستگران میگویند که در کنار اشرف غنی دارایی های افراد نزدیک به او نیز باید بررسی شوند. همزمان با این شهروندان کشور این تصمیم سیگر را می ستایند. من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جوره چپلی مجبور به ترک وطن شدم. جزئیات را بعدن انشالله هم بایتان شریک می کنم. جزئیاتی را که وعده کرده بود شریک نساخت. اتهام بردن میلیون ها دلار پول از سوی غنی هنوز هم پا بر جا ماند. این ویدیو را سه روز پس از گریزش از افغانستان ثبت کرد و ادعاها درباره دزدی میلیون ها دلار را رد کرد. او گفته است که اگر سازمان ملل یا هر نهاد مناسب دیگر درباره این ادعا تحقیق کند، او از آن استقبال می کند. ما هنوز این را ثابت نکردیم. ما آن را بررسی می کنیم. در واقع کمیته نظارت و اصلاحات حکومت در مجلس نمایندگان آمریکا از ما خواسته است که این را بررسی کنیم. و بررسی های ما در این باره ادامه دارند. در همین حال برخی از سیاستگران می گویند که در کنار بررسی اتهام بردن پول از سوی اشرف غنی، دارایی های افراد نزدیک به او در دور حکومتش نیز باید بررسی شوند. به ویژه افرادی که یک جا با اشرف غنی از کشور بیرون شدند. دکتر اشرف غنی یک تیم داشت و از این تیمشان یک بار حسابایشان ببینند که روزایی که در دو مملکت های خارج زندگی میکردن چقدر پول داشتن و وقتی که به این مقام ها رسیدن چقدر چه خبره ده چه در اکایک معلوم سی چه اکایک ده چه قرار چه دی آیا رشتیا دغه پیسې وړل سی دی او که دغه پیسې وړل سی دی چیرې وړل سی دی وس دا پیسې چیرې دی د چا په واسطه باندې وړل سولې. در این میان شهروندان کشور این کار سیگر را می ستایند. این فرار کرد امروی پول مردم حق غریب بیچاره را کدی خود برد. اگر فرار را میکرد باید پول را نبرده. حالا که برده باید پول را بیاره پاید با مردم غریب بیچاره حق گوی باشه که حق جاده شد. کلی مردم افغانستان بدبخت آواره و بیچاره از کشورهای غریب و بیچاره غربت کرده مسافر شده و مردم از بیپیسگی و بیپولی را بیادر مسافرت کرده اجرت کرده. با سقوط حکومت پیشین، اشرف غنی از کشور گریخت و اندکی بعد ادعا شد که او 169 میلیون دلار پول نقد را با خود به ابوظبی انتقال داده است. بیشتر روی همین گزارش بحث میکنیم با آقای سید جمال خورشید، استاد دانشگاه. آقای خورشید سلام بر شما، وقتتان بخیر، به برنامه خوش آمدین. تشکر. گزارش سیگر در مورد اتهامات دزدی میلیون ها دلار از سوی آقای غنی چقدر مهم است و آیا عاقلانه ترین تصمیم بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران گرامی. ببینین از روز اول آقای غنی و همکارانش یا تیمی همراهش در هر تیکی تیکی اینا بودن، گزینه یا تیم و تکیتی به خیر و فلاح و سعادت مردم نبود. از اول انتقادات شدید از طرف مردم، سیاستگران، روشنفکران افغانستان، حتی برخی از چهره هایی که در قضایای مربوط به سیاست افغانستان داخل بودند وجود داشت و حتی نگرانی های از طرف سازمان های در این زمینه هم بیان شده بود که آقای غنی در واقع یک گزینه، یک مهری باشد که اصل به نام حکومت داری سالمه یا اصل مشارکت در راستای حکومت داری برای مردم بر بگرداره، این معرفی نشده بود. حالا تحت هر نامی یا به هر پیمانی یا آمد وارد قدرت شد و دو مرحله هم در زعامت سیاسی افغانستان و قدرت سیاسی در دستش بود. شما دیدین که در آخرین روز بجای از اینکه ماموریتش به شکل درست به پایان میرسید یا انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز آنگونه که وی داداره صورت میگرفت یا از یک روند دموکراتیک و مردمی صورت میگرفت، با بسیار حالت سراسیمگی افغانستان ترک کرد، روی حرفش استاد نشد، حرفایش استاد نشد، شعاراتش از اول دروغ بود، تمام گردی همایی که انجام میداد در دوران انتخابات جز خاک زدن بر چشم مردم دیگه چیزی بیش نبود که دنیا هم امروز میدونم برای مردم هم یک حقیقت واضح است. بحث انتقال پول در جایش، آقای غنی جنایات بسیار زیاده را انجام داد.
به عنوان فرد اول مملکت، به عنوان زعیم ملی، به عنوان حاکم سیاسی، بحث انتقال پول که بعد از فرارش با خودش برد یک بحث جدا، ولی که 30 میلیون شهروند افغانستان در یک سردرگمی قرار داد، 34 ولایت در یک حالت بی‌برنامگی قرار داد، بحث متلاشی شدن اردوی افغانستان و امنیت و پلیس افغانستان و از بین رفتن تمام پایه‌ها و زیربناهای حکومتداری در 20 سال اخیر، همش ناشی میشه از فرار آقای غنی، عدم تعهد همکاران آقای غنی و انجام ندادن رسالت انسانی و افغانی و اسلامیشان در برابر مردم. در مورد آقای غنی شما چی میخواین؟ مثلا حالا تنها بحث بردن پول‌ها نیست و شما میخواین که تمام ابعاد حکومتداری آقای غنی بررسی شود؟ ببینید، مقداری را که اداره بازسازی ویژه آمریکا یا اداره استیگار در مورد آقای غنی بیان کرده، من فکر میکنم که این آمار به کرات و مرات در دوران ماموریت آقای غنی و همراهان و هم تیمایش به بیرون انتقال داده شده بود. 20 سال مقدار بسیار زیادی بود که در راستای ساختن یک حکومت مدرن و در راستای ایجاد یک ثبات و امنیتی داخلی در داخل افغانستان از طرف کشورهای منطقه و جهان به خصوص آمریکا کمک صورت گرفت. حالا شما 20 سال کمک های آمریکا را، 20 سال کمک نهادهای حقوق بشری را و 20 سال کمک های کشورهای منطقه را اگر بررسی کنین، مقدار را که آقای غنی با خودش نظر به گزارش را که سیگال اعلام کرده، یک مقدار بسیار ناچیز و بسیار پایین افتاده است. من باورم نیست که آقای غنی مسئولیت بسیار بیشتر داشت در قبال مردم، در قبال جغرافیا، در قبال وطن، در قبال خاک. همه تعهدات و همه رسالتش متاسفانه برعکس شد و آقای غنی از اول یک مهری مورد قبول مردم نبود. حالا سیگار ادعا کرده که ما بررسی میکنیم. امیدوار هستیم نه تنها سیگار، سازمان ملل متحد، کشور به نام آمریکا، همه نهادهایی که در 20 سال با حکومت افغانستان همکار بودند باید این قضیه را جدی بگیرند. آقای خورشید، حالا کمیته اصلاحات کنگره از سیگار خواسته بررسی هایش را آغاز کند، چطور بررسی شود؟ انتظار چی است؟ من فکر میکنم که یک سری اطلاعاتی که خود سیگار داره، دوستان آمریکایی داره و نهادهای بیرونی داره. اصل قصه است که آیا واقعا نهادهای بین المللی در قسمتی پیدا کردن ضعف حکومتداری آقای غنی یا انتقال پول توسط آقای غنی و تیمش به بیرون ارتباط میگیره به نگاه حد اکثری مردم افغانستان؟ یک بار نگاهی داشته باشند که واقعا در افغانستان چی اتفاقی افتاده، چند فیصد مردم طرفدار بودن آقای غنی در دوره زعامتش بودن. یعنی میخوایم بگوییم که دیدگاه مردم باید اینا ببینن و بیاین در داخل افغانستان بررسی از اینجا برای کی انجام میتن اینا؟ تحقیق برای کی انجام میتن؟ در 20 سال مگر ادعاشان این نبود که ما در کنار مردم میستیم، ما برای ساختن یک حکومت مدرن و پایدار و قرار داشتن اصل مشارکت در درون حکومت داری ما با مردم کنار میایم. حالا بحثی نارضایتی مردم مطرح نباشه، بحثی نگرانی مردم مطرح نباشه، بحثی فقر مردم مطرح نباشه، بحثی بی‌عدالتی هایی که در اواخر متوجه مردم است مطرح نباشه، بحثی اوجگیری بحرانی به نام مهاجرت و متلاشی شدن همه مردم مطرح نباشه، پس تحقیق اینا برای کی انجام میدن؟ من باورم نیست که آقای غنی مهره است که هم از طرف مردم افغانستان شناخت دقیق در موردش وجود داره و هم از طرف نهادهای بین المللی. اما آنچه بسیار مهم است عدم تعهد و عدم قاطعیت بر ماموریت اصیل و واقعی نهادهای بین المللی در مورد ضعف ها و خلاهای حکومت داری که از طرف غنی انجام شده. امیدوار هستیم که این بار این تحقیق به شکل درستش انجام شود، نتیجه تحقیق با مردم افغانستان شریک ساخته شود و یک فیصله و موضوع بسیار روشن در برابر جنایات آقای غنی، همتیمایش، همکارانش، همفکران و همباورانش از طرف نهادهای بین المللی اعلام شود و هرچی عاجلتر غنی را باید به میز محاکمه حاضر کنند تا در برابر مردم در حضور داشت همه رسانه‌های داخلی و بین المللی پاسخ یعنی شما بوده. شما آقای خورشید با آقای رحمت الله نبیل هم نظر هستین که گفت تنها یک مورد نیست دزدی‌های آقای غنی از ابتدای حاکمیتشان
شروع شده و در کنارش اون تیمی که همواره از اون نقد میشد و اتهام های زیادی در موردشون بود و گزارش های زیاد بیرون شد در مورد کودهای 91 92 و پول هایی که حیف و میل میشد در اداره امور در جاهای دیگه، چطور ای سوی سیگر در داخل افغانستان بررسی شوه؟ آیا فکر میکنین بررسی میکنن یا نه اون تنها یک مورده که در مورد بردن پول هاست بررسی نشه؟ ببینین هزاران سند وجود داره، سیگار از تمام جنایات آقای غنی خبر داره، سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت میکنه، در افغانستان بوده، دوشادوش حکومت پیش رفته، در درون مردم اینا فعالیت داشتن، در سراسر ولایت افغانستان اینا همکارانی رسانه‌ای داشتن. من مطمئن هستم و باور دارم که اینا تمام حقایق برشان روشن هست. حالا دوباره میخوان یک ماموریت دیگری را روی دست بگیرن که این ماموریت باید اینا 10 سال قبل انجام میدادن. افراد نزدیک سال قبل بله. باید افراد نزدیک آقای خورشید از او یاد میشه، کدام چهره هاست شما میشناسین که کیاستن افراد نزدیک؟ یا همون سه نفری که هماره میگفتن جمهوریت سه نفره، همون سه نفر از، یا اینکه افراد دیگری هم به فساد حالا به حیف و میل گسترده دست داشتن؟ ما باورم ایست که واقعا دوره آقای غنی یک دوره انسانی و یک دوره مطلوب در امر حکومتداری نبود. بحث سه نفره که آقای محیب و آقای فضلی که همه کارهای مردم خدا میدانستن، ملک خدا میدانستن، تعینات به دستشان، گمرک به دستشان، بنادر به دستشان، سیاست خارجی به دستشان، پالیسی های امنیتی و نظامی به دستشان، تمام تقرری ها و تعینات از وزیر شروع تا موین و رئیس ها به دستشان، قطع نظر از سه نفر بودن مهره ها و شخصیت ها و چهره هایی که تعهد برای مردم نداشتن، تخصص در امر کارشان نداشتن و امروز هم با بیشرمی بیرون از مرزهای افغانستان اعلامیه صادر میکنن و هر روز بیانیه میتن که ما دوباره به افغانستان برمیگردیم، افغانستان ملک ماست. اگر واقعا افغانستان ملک شما میبود، افغانستان کشور شما میبود، شما صاف واضح و مردانه در کنار مردم میسادین، در 20 سال جنایات بشری را انجام نمیدادیم، از نان مردم، از نام مردم نان مردم را نمیخوردین، با هزاران دروغ و چل و فریب وارد کارزارهای انتخاباتی نمیشیدین و بعد از اینکه به قدرت رسیدین شما دیدین که یکسره مردم افغانستان دور زده شد. بحث فساد مالی، فساد اخلاقی، بحران اجتماعی، بحران مشروعیت، نارسایی که در درون انتخابات بود و نارسایی که در حلقه رهبری حکومت داری در دوره آقای غنی بود، واقعا دیگه در دنیا ما را سر افکنده و خجالت زده شده. امروز همه جهان حتی برای دانشجویان افغانستانی امروز نگاه انسانی ندارم. برای چی؟ ما یک حاکمیت ثابت نداشتیم، ما ثبات در داخل نداشتیم، متاسفانه رهبری و زعامت سیاسی افغانستان یکسر در برابر آرزوهای مردم پشت زده شد و امروز شما میبینید که از افغانستان شما چی تصویری داریم؟ این که شما چه توقع دارین آقای خورشید، این مهم است که با توجه به انتقاداتی که دارین، خواست شما در نهایت به عنوان یک شهروند در مقابل این همه حالا نابکاری هایی که داشتن چی باید شود؟ سرنوشتشان باید چگونه در آینده شما به عنوان یک شهروند میخواین ببینیم؟ ما باورم ایست که امروز افغانستان یک شرایطی انقلابی را به خود دارد، در یک شرایط انقلابی است، یک تحول پیش آمده، امارت اسلامی قبول کنیم یا نکنیم به عنوان واقعیتی مسلم در افغانستان حاکم است. امیدوار هستیم که دوستان اماراتی از ظرفیت هایی که در داخل افغانستان تعهد دارند و امروز حاضر به کار هستند استفاده درست و عظمی داشته باشند، در برابر تمام جنایتکارا، در برابر تمام مافیا و در برابر تمام افراد و اشخاصی که از دارایی مردم قصر و بلدینگ و آپارتمان و امکانات ساختن هم در داخل و هم در بیرون موضع بسیار روشن داشته باشند. هیچ محدودیت و هیچ استثنایی برای دوستان اماراتی، چه تاجیک، چه هزاره، چه پشتون، چه ازبک، چه ترکمن، هیچ وجود نداشته باشه. افغانستان یک کشور مشترک برای همه اقوام هست. بس حکومت داری یک اصل بسیار مهم است که یک نسل پویا امروز وارد میدان شده،
امروز باورم است که یک گفتمان ایجاد شود، در درون گفتمان همه دوستان ما سهم بگیرند و ما از دل گفتمان یک باور دیگر ایجاد کنیم که او باور جز خیر و سعادت و نیکی برای مردم افغانستان چیزی نباشد. میمانه بحث جنایتی را که دوستان انجام دادند در برابر تمام جنایتکاران موضعشون کاملا روشن باشد، هیچ استثنایی هم وجود نداشته باشد. امیدوار هستیم که یک پالیسی کلانی را در راستای حکومتداری اینا تعریف کنند که ما در روشنای این پالیسی میتونیم هم با منطقه زندگی کنیم هم با جهان. و اصل قصه میمانه بحث مدیریت اوضاع داخلی افغانستان که باور می است که جز شهروندان، جز نیروی بومی و جز چهره های متعهد هیچ آدرسی، هیچ کشوری، هیچ نهادی متعهد و باورمند بر ساختن یک افغانستان با ثبات در آینده نخواهد بود. آقای خورشید، اگر برگردیم به گزارش سیگر و همچنان به اتهام هایی که در مورد آقای غنی وجود داره و خود آقای غنی بعد از فرارش آمد گفت و شما اون نوار ویدیو را دیدین، گفت بعدن گفت من جزئیات شریک میکنم، چرا تا هنوز فکر میکنین شریک نکرده؟ یک و دوم گفت هر سازمانی که تحقیق میکنه استقبال میکنه. ما باورم ایست که آقای غنی نتیجه کدام عملشی میخواهد ثابت بسازه. در 20 سال ماموریتش از دوره ریاست دانشگاه تا وزارت مالیه تا مسئولیت انتقال نیروهای زمینی، بعدش هم رئیس جمهوری دور قبلی و امروز هم که رئیس جمهوری دور بعدی بود، 1001 صحبت داره. در 1001 صحبتش شما 15% صداقت نمیبینین. حتی در منشور انتخاباتیش متن و محتوایی را درج کرده بود که احساس میکردین که واقعا یک نسخه بسیار عقلانی و درست برای مردم افغانستان هست و میتواند یک نسخه نجات برای درد و مشکلات افغانستان باشه. اما دیدیم که برعکس تمام متن و محتوای منشور انتخاباتیش عمل کرد و امروز هم اصلا نمیفهمه که ما واقعا چی میگم. واقعا آقای غنی ما باورم نیست که یک روانی بیش نیست، در یک توهم به سر میبره. امروز اگر در مهاجرت است یا در مسافرت هست یا در هر حالتی زندگی که به سر میبره، اصلا چیزی به نام وجدان، چیزی به نام شرم، چیزی به نام حیا اگر وجود داشته باشه، ای آماده نیست که بر رسانه ها ظاهر شود. چرا؟ یک بار نگاهی داشته باشه به عمل کردش، یک بار توجه داشته باشه که ما واقعا در برابر مردم چی کردم، در برابر این همه اخلاص، در برابر این همه ارادت، در برابر این همه عشق که مردم در دوره انتخابات برای من رای داد، من واقعا چی کردم؟ درست. حالا شاید او توجه خودش هم داشته باشه که والا من جلوگیری از خونریزی کردم، من نخواستم که یک بار دیگه شهر کابل شهر خونریزی شود. تو با تمام کارنامه های میسادی در داخل کابل هیچ کس به تو کار نداشت. شبه آقای کرزی، آقای عبدالله، سران دیگری که در حکومت قبلی بودن و در حکومت فعلی هم بودن هیچ مشکلی هم وجود نداشت. انسانی قدرت انتقال میدادی، مردم از خود ناراحت نمی ساختی، یک جنایت کلانی را انجام نمی دادی و در واقع ما را در برابر دنیا سر افکنده و خجالت نمی ساختی. امروز تصویر افغانستان برای دنیا یک تصویری کاملا معکوس نسبت به 20 سال ارائه نمی دادی. خب همه گپ برمیگرده به چگونگی نگاه ضعیف ملی و حاکمیت قدرت سیاسی داخل در برابر دنیا. آقای خورشید، با توجه به این همه اتهامات و ضعف‌هایی که در گذشته در مورد حکومتداری بوده، تاریخ در مورد آقای غنی چگونه قضاوت میکنه؟ افغانستان در چند صد سال اخیر تحولات زیادی را تجربه کرده. ما شاهدی ایجاد انقلابات بودیم، ما شاهدی کودتاها بودیم، ما شاهدی سر و صداهای از طرف مردم در برابر حکومت و از طرف خود رهبری حکومت هم برای گرفتن قدرت سیاسی بودیم. حالا دوره آقای غنی هم در تاریخ معاصر افغانستان در 50 سال پسین و اگر بگیم در 20 سال پسین به عنوان یک دوره ای که نه از طرف مردم فراموش شده نیست، نه از طرف نهادهای همکار در این 20 سال، نه از طرف سازمانهای تحقیقاتی و نه از طرف پژوهشگران بین‌المللی. ای که تاریخ در مورد آقای غنی چی قضاوتی داره، برمیگرده به مردم، به نگاه مردم، به باور مردم
و با رضایت و عدم رضایت مردم. شما امروز نوی نگاهی حد اکثری مردم افغانستان در برابر کارنامه ها و اعمال و سیاست آقای غنی وقتی به بررسی بگیریم واضح است، همه چیز روشن است. وقتی که دیدگاه یا افکار آمد در برابر یک رئیس جمهور بالای 99% یا 98% دید منفی دارند، نگاه انتقادی دارن، پس شما از تاریخ آینده چگونه یک ارزیابی دارین که در برابر آقای غنی چگونه یک ارزیابی دارن؟ بحث پژوهشگران، بحث نویسنده ها، بحث اساتید، بحث تمامی کارنامه های آقای غنی در آرشیو رسانه ها وجود داره و این میگذاریم بر روزگار فردا. اما آنچه مهم است امروز تشکر. تمامی مردم افغانستان به عنوان یک چهره ناصالح و به عنوان یک مهره خائن در برابر جهانیان این آدم را معرفی کرد. بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای سید جمال خورشید استاد دانشگاه. بسیار زیاد تشکر، خوش آمدین به برنامه.